خیلی سریع. چی؟ نه رو شدن که رو میشه، دوربین هم نمیشه. سن. بگذر. تمایل داشتیم بمونی بعد کلاس کارتون دارم. گوش بدین. گوش بدین. خیلی سریع میخواییم یه مروری رو مطالب قبلی کنم، چون ادامهش وابسته به مطالبی که میخواییم بگم. و اول گفتار سه هم بهتون درس میدم. برای جلسه بعدی تستای گفتار دو رو اصلا جزء میزنه. حالا من باز پیگیری میکنم سر دوتا مطلب. یک، گروه که حالا اگه مدرسه درست نکرد میگم خودتون درست کنید گروه رو. باش. خودتون درست کن. باش. حالا شما هم بهت میدم بعد کلاس که گروه درست کنیم، فقط یه نفر از مدرسه عد بشه و تستا رو پس میزنیم که من بعد مطلب بعدی پیگیری کتاب خیلی سبز اگر قرار شد نیاد تا این هفته خودتون بگیرین دیگه. من مدرسه میگم بلش کنیم. چاپ جدیدش خب خیلی گرونتره. فرق هم نمی کنه. حالا چی؟ 270 سیه چنده؟ یه نفر گفت سیه. حالا نه فقط دواز بری باشو. گفتیم که چون میخوام سریع مرور کنم، گفتیم گلوکوز میشه فروکتوز و دو فسفات با مصرف ATP. فروکتوز و فسفات گفتیم میشکنه، میشه قند سه کربونه تک فسفات. این قند سه کربونه تک فسفات از فسفات‌های آزاد داخل سیتوپلاسم، سر کلاساتون هم روی یکی از تستا بحث کردیم، الان دوباره تاکید کنم، از فسفات‌های آزاد داخل سیتوپلاسم یکی فسفات دیگه میگیره، این هیدروژن الکترونش رو میده به NAD و چی تولید میشه؟ NADH. پس در نتیجه اینجا سوالی که یکی از بچه‌ها پرسیده بود ساعت قبل، اولین ترکیبی که کلن تایه تنفس اکسایش پیدا میکنه اینه و انادی اولین ترکیبی که کاهش پیدا میکنه توی محله سوم قند کافت یا گلیکولیز. بعد گفتیم که تو محله چهارم پیروات به وجود میاد و ATP. چهار تا مولکول ATP ایجاد میشه، دو تا مولکول پیروات. اگه به شما بگن محصولات مرحله قند کاف چند نوعه، باید بگین سه نوع: ATP، پیروات، NADH. این میشه محصولاتش. که از این محصولات جلسه قبلی هم تو این دو جلسه تکرار کرده بودم، بازم میگم چهار تا ATP اینجا داره تولید میشه، دو تا ATP اون بالا داره مصرف میشه. پس بازده خالص گلیکولیز میشه دو تا مولکول ATP. و دیگه حالا نمیکشم که گفتیم هر جا ATP داره مصرف میشه، ADP به عنوان ترکیب دو فسفات تولید میشه. بعد گفتیم که ادامه این اتفاقات داخل میتوکندریه که داخل میتوکندری پیروات با انتقال فعال گفتیم وارد میشه، پیروات ورودی
تبدیل میشه به استیل که با کوانزیم آ استیل کوانزیم آ را تولید میکنه و ضمن این فرایند کربن دی اکسید CO2 و اناده هاش تولید میشه. بعد استیل کوانزیم با عنوان یه ترکیب دو کربونه با یه ترکیب چهار کربونه ترکیب میشه، میشه یه ترکیب شیش کربونه، پنج کربونه، چهار کربونه، چهار کربونه اولیه. گفتیم که CO2 اینجا و اینجا هم تولید میشه. پس به ازای یه پیروات 3 تا CO2 تولید میشه. به ازای یه گلوکوز 6 تا CO2. به ازای یه قند تک فسفاته، به ازای یه قند تک فسفاته 3 تا CO2. به ازای یه قند دو فسفاته 6 تا CO2 تولید میشه. ضمن اینکه اشاره کردم توی چرخه کربس اناده هاش و افاده هاش هم تولید میشه و البته ATP که گفتیم ATP اینجا و ATP اینجا در سطح پیش ماده است. خب یه مرور سری رو درس جلسه قبل میکنم، گفتار سه رو اولش رو درس میدم، بعد برمیگردیم نکات این قسمت رو میگیم. گفتیم که یه سری پروتئین داریم توی غشای داخلی میتوکندری، 5 تا پروتئین داریم که به مجموع این 5 تا پروتئین میگن چی؟ زنجیره انتقال الکترون. از این 5 تا پروتئین 3 تاش از همه بزرگتره و دقیقاً تو عرض غشاست که به این 3 تایی که بزرگتره میگن پمپ. پس 3 تا پروتئین از همه بزرگتره، کاملا تو عرض غشاست. آره، 2 تا پروتئین کوچیکتره، که به مجموع این 5 تا پروتئین میان زنجیره انتقال الکترون. این زنجیره انتقال الکترون ها دستور ساختش رو خب یه بخشیش رو ژنای هسته میده، یه بخشیش رو ژنای میتوکندری میده. یه پروتئین دیگه داریم که این پروتئینه جزء زنجیره انتقال نیست، ولی جلسه قبلم تاکید کردم کارش مرتبط با زنجیره انتقال هست ولی جزء زنجیره انتقال محسوب نمیشه، که یه مقدار با زنجیره انتقال فاصله داره و اسمش چی بود پروتئین؟ کانال یونی یا آنزیم ATPساز. پس یه جور پروتئین داریم که دوتا نقش داره. از یه طرف نوعی کاناله، پس یه ماده‌ای از خودش عبور میده، نوعی کانال یونیه، از یه طرف نقش آنزیمی داره، بهش میگن آنزیم ATP ساز. دقت کنید یه مطلب مهم. آقا اگه سلولی آنزیم ATP ساز را در غشاء یاختش داشته باشه، اون سلول چیه؟ باکتری. هوازی یا بی هوازی؟ هوازی، چون این فرایند هوازیه دیگه. خب جلسه پیش اشاره کردم که اناده هاشایی که اینجاها یعنی کربس طی اکسایش پیروات و طی اینجا
اکسایش قند سه کربن ساخته میشه، همه اینا میاند هیدروژن و الکترون خودشون رو میدن به اولین پروتئین زنجیره، یعنی این به اولین پمپ. پس اولین پروتئین زنجیره اولین پمپ هم هست، دومین پروتئین زنجیره پمپ نیست. دریافت کننده الکترون های FADH FADH FADH2 الکترون هیدروژنش رو میده به دومین پروتئین زنجیره. پس اولین دریافت کننده الکترون FADH دومین پروتئین زنجیره است و اولین پروتئین غیر پمپ زنجیره است و پس از اولین پمپ زنجیره واقع شد. خب گفتیم که اینا میان دریافت میکنن هیدروژن و الکترون را و این هیدروژن الکترون عبور میکنه از این مسیر. گفتیم انرژی الکترون های عبوری صرف چی میشه؟ پمپ کردن یون هاش از اینجا. اینجا کجاست؟ فضای درونی به فضای بین قشایی یا بین دو قشا. گفتیم اینجا توالت عادی یون هاش کمه، پس اگه یون هاش میره تو فضای بین دو قشا با انتقال فعال میره، ولی جزئی از انتقال فعال هاییه که ATP مصرف نمیشه. پس انرژی از کجا میاد؟ الکترون‌های عبوری. پس این الکترون‌های NADH و FADH از اینجا عبور میکنن، صرف پمپ شدن یون هاش به فضای بین دو قشا میشن. در حالت عادی گفتیم اینجا هاش زیاده، جایی که غلظت هاش زیاد باشه یعنی اونجا pH اسیدیه. پس اینجا pH اسیدیه، اسیدی ترم میشه با فعالیت پمپ. پس هر چقدر فعالیت پمپ بیشتر باشه pH اینجا اسیدی تر میشه. بفهم ببین الکترون و هیدروژنش رو میده به اولین پروتئین. نه نه، هیدروژن الکترونش میاد ته زنجیره، این هیدروژنی که میره بیرون کار به هیدروژن NAD و FAD نداره. هیدروژن و الکترون اینا تو این زنجیره دارن حرکت میکنن و انرژی الکترونشون گرفته میشه تا یون هیدروژنی که اینجاست، اصلا کار به یون هیدروژن این دوتا نداره، پمپ بشه به فضای بین دو قشا. بفهم اول این کنزیمات جدا میشه، بعد استیله با این چهار کربن میشه شش کربن، کنزیمات جدا میشه دیگه. بفهم یعنی چی با سطح ATP؟ آه با مصرف ATP، صرف ATP لسه سطح شنیدم. آره آره، با اینکه تو خیلی سبز ببخش، با اینکه تو خیلی سبز میگه ورود پیروات به میتوکندری بدون مصرف ATP، راستم میگه، با اشتباه نمیگه، ولی چون هیچ جای کتاب اشاره نکرده پس شما این انتقال فعالا با مصرف ATP بگیرید. ولی این انتقال فعالا خب مشخصا خود کتاب گفته با صرف انرژی الکترون هست، پس اینو حق نداریم ما مصرف ATP بگیریم. بفهم الان میگم، الان میگم. بفهم و ساخت ATP ببینید، ببینید عجب NADH الکترون خودش رو میده به پمپ اول، درسته؟
از چی داره هاش عبور میکنه؟ ایون هاش از چی عبور میکنه؟ پمپ. چون NAD الکترونش رو به اولین پمپ میده، پس این زمان رو داره که به دومین و سومین پمپ بره. پس الکترون این از چند تا پمپ رد میشه؟ سه تا. پس هر NAD چند تا ایون هیدروژن پمپ میکنه؟ سه تا. FAD چی؟ الکترونش به این دوتا پمپ میرسه. پس هر FAD چند تا هیدروژن پمپ میکنه؟ دوتا، نه سه تا. چرا؟ چون الکترونش به پمپ دوم سوم میرسه. بذارید دوتا الکترونش، هر دوتا الکترونش بفهم تهشار. خب ببینید شب گفتم که این یونه هاش جلسه پیش گفتیم دوباره بر میگرده داخل با کمک آنزیم ATP ساس. گفتیم این پروتئینه خیلی خاصه. چرا خاصه؟ چون هم کاناله هم آنزیمه. دوتا نقشه با هم داره. کاناله چون هاشو بور میده، نقش آنزیمی داره چون میتونه یه دونه فسفات به ADP اضافه کنه و چی بسازه؟ ATP. ببینید باز تأکید کنم، این دوتا ترکیب الکترونشون رو دادند. پس چون الکترونشون رو دادند چی شدن؟ اصطلاحاً اکسایش پیدا کردن. پس تا زمانی که اینجا اکسایش رخ نده، یعنی الکترونشون اینو ندند، یونه هاشی پمپ نمیشه که بعد از اون ور یونه هاش بخواد بیاد داخل. پس به خاطر همین به این ساخت ATP میگن ساخت اکسایشی. یعنی تا اکسایش NAD و FAD رخ نده، ATP تهش این ور ساخته نمیشه. بخاطر همین بهش میگن اکسایشی. یه لحظه. بعد جلسه پیش گفتیم که ته این زنجیره اکسیژنه که میاد الکترونای اینا رو میگیره، تبدیل میشه به یون اکسید. بذارین با چیز بنویسم مشکی. ته زنجیره اکسیژن میاد دو تا الکترون میگیره، مثلا دو تا، یه اکسیژن دو تا الکترون NAD رو میگیره، یه اکسیژن دیگه دو تا الکترون FAD رو میگیره. بعد اینا تبدیل میشن به یون اکسید. یون اکسید دو تا هیدروژن میگیره، تبدیل میشه به آب. دو تا مطلب. یک، اینجا الان اکسیژن میشه آخرین پذیرنده الکترون و اینجا چی مصرف میشه؟ یون هاش. به خاطر همینه گفتیم اینجا هاش کمه. یکی از دلایلی که اینجا هاش کمه به خاطر اینه که این یون هاش به صورت آب داره مصرف میشه. حالا چند تا مطلب. یک، هر چقدر فعالیت این پمپ ها بیشتر باشه مصرف اکسیژن هم بیشتر، تولید آب هم بیشتر. هر چقدر مصرف یا برعکسش، مصرف اکسیژن زیاد باشه یعنی فعالیت این پمپ ها زیاد باشه، یعنی میزان NAD و FAD زیاد باشه، یعنی واکنش های قبل همش زیاد باشه. هر چقدر تولید آب زیاد باشه تو فضا درونی، یعنی تولید ATP در سطح اکسایشی زیاد باشه. هر چقدر آب اینجا بیشتر تولید بشه، یعنی تولید ATP در سطح اکسایشی و تولید ATP در سطح پیشماده درون میتوکندری بیشتر بود. خب اکسیژن رو میگیم آخرین پذیرنده الکترون. اگه بهتون بگن آخرین پذیرنده الکترون پیش از اکسیژن چیه، میگین چی؟ اینه که الکترون رو گرفته. پس آخرین پذیرنده الکترون
میشه پیش از اکسیژن، میشه آخرین پروتئین زنجیره. خب حالا بعد تو تستا هم میبینید، حالا چه تستای خودم چه خیلی سبز، که مثلا دومین پمپ رو نگاه کنین، دومین پمپ میشه چندمین پروتئین زنجیره، چندمین پروتئین دریافت کننده الکترون انادی، سوم این میگیره، بعد این دومین پمپ میشه چندمین پروتئین دریافت کننده الکترون اف آدی دومین، این و این. به تست دقت کن آقا، یه چیز دقت کن، از هر جا یون هاش رد میشه، حتما الکترون رو جابجا نمیکنه، مثلا این هاش عبور میده ولی کار به الکترون نداره. آنزیم ای تی پی ساز، چون ای تی پی میسازه پس فسفات مصرف میکنه، پس باعث کاهش فسفات درون فضای درونی میتوکندری میشه. خب حالا اگه سوال دارید بپرسید تا بحث بعدی بگیم. بفهم غیر از اون بفهم ببین آقا، یه سه کلیه بگم، سوال خوبی میپرسه. شما در حد کتاب و اینا مصرف ATP رو فقط اینجا بگیریم، همین، هیچ جا دیگه نگیریم. تولید ATP رو فقط این سه جا بگیریم، دیگه کاری نداشته باشیم بقیه جا ATP تولید یا مصرف میشه یا نمیشه. با اینکه میشه ولی شما در حد کتاب و کنکور تولید ATP را اینجا، اینجا و اینجا باید بگیریم، همین. مصرفش هم فقط مرحله اول. آره، چون تو تستاتون نمیدن، گفتم درسته این انتقال فعاله و با مصرف ای تیپی شما در نظر بگیرین، ولی نمیدن تو تستاتون. بفهم اناده هاش دوتون، افاده هاش هم دوتون، اناده هاش دوتا الکترون میده، دوباره میشه اناده مثبت، دوباره میشه مثبت. آره، و دوتا اکسیژن هم مصرف میشه. بفهم به هم بریزه که دوباره برگرده توی ای تی پی ساخته بشه، هدف همینه. بفهم مثلا هاشی که از آنزیم ای تی پی ساخته، بعد نکتشو میگه این نقشش اینه که باعث ساخته ای تی پی میشه، آنزیمه. ببین هفته پیش هم مثال زدم، گفتم این توربین سده، آب از توربین رد میشه، توربین رو به چرخش در میاره و برق تولید میشه. اینجا آبه که برق رو تولید کرده، خب یه جوره غیر مستقیم، بله. پس نقش توربین چیه؟ سوال تو یه جوره اینجوریه، خب همش نقش داره. آره، خب بچه دقت کنید. بفهم نه خب میتونه همین ها باشه، میتونه هم نه، هیدروژن های باشه که از قبل بوده، ولی به طور کلی شیب غلظت حفظ میشه. حالا چه همین هیدروژنی که اومده بیرون دوباره برگرده تو، چه هیدروژنی که از قبل بوده، در هر صورت همون مقدار هست. تنفس هوا، نفس میکشیم میاد داخل سلول. خب گوش بدین عجب، گفتیم که میخوام بریم گفتار 3، تا اینجاش مال گفتار 2 بود. یه تیکه اول گفتار 3 هم بگم، بعد برمیگردیم نکته میگم. گفتیم که بفهم یکیش نمی، هر سه تاش برمیگرده. آینم بگم آقا، هر NAD، هر NAD واسه ایجاد سه تا ATP میشه. چرا سه تا؟ چون
سه تا هیدروژن هم میندازه بیرون، دوباره سه تا هیدروژن که میاد تو، سه تا ای تی پی میسازه. هر افادی دو تا ای تی پی تولید میکنه. به خاطر همینه سلول ترجیح میده انعاده هاش بیشتر تولید کنه تا افاده هاش. خب گفتم آخرین پذیرنده الکترون چیه؟ اکسیژن. فرض کنید این نباشه. اگه این نباشه چی میشه؟ اگه این نباشه الکترون ها دیگه به اکسیژن داده نمیشه. خب نه، اگر اکسیژن به عنوان آخرین پذیرنده الکترون نباشه، فرض کنید این نباشه، الکترون داده نمیشه به اکسیژن. الکترون حالا یا به صورت آزاده یا تو همین پروتئینا باقی میمونه. خب همین پروتئینا که الکترون اضافی دارن دیگه دفعه بعدی نمیتونن الکترون این دوتا رو بگیرن. خب ظرفشون پر میشه. پس اگر الکترون به هر دلیلی که دلیلش میگیم چیه به اکسیژن داده نشه، NAD و FAD بازسازی نمیشه. خب NAD و FAD اینجوری نیست که سلول هی اینا رو بسازه. NAD و FAD تعدادش توی یه سلول محدوده. میدونی مثل چیه؟ مثلا باتری گوشیتونه و گوشی. شما هر موقع گوشیتون باتریش تموم میشه که باتری نمیندازید دور، دوباره شارژش میکنید. سه باره شارژش میکنید، هزار باره شارژش میکنید. دقیقا سلول همین کارو میکنه. نمیاد هر بار NAD بسازه، میاد NAD رو تبدیل میکنه به NAD هاش، دوباره NAD هاش رو تبدیل میکنه به NAD. آره این کار رو داره انجام میده. حالا اگر اکسیژن نباشه دیگه نمیتونه NAD هاش رو تبدیل کنه به NAD. پس اگر NAD بازسازی نشه سلول دفعه بعدی که خواست گلیکولیز انجام بده نمیتونه، اینجا گیر میکنه، جلوتر دیگه نمیره، دیگه ATP نمیتونه بسازه. پس تو اینجور مواقع سلول میاد چه خاکی به سرش میکنه؟ میاد میاد فرایندی انجام میده به نام کاهش پیروات. ببینید کلن خوب گوش بدین، مسیری که سلول از این ور رد شده رو بهش میگیم مسیر اکسایش دیگه، این اکسایش پیروات بود دیگه. حالا گاهی اوقات سلول میاد مسیر کاهش پیروات رو در پیش میگیره، یعنی به جای اینکه پیروات رو ببره تو میتوکندری، پیروات رو تو همون سیتوپلاسم مصرف میکنه. که این کارو میکنه دو موقع. یک، کلن سلول ذاتن بی هوازی باشه. یه سری سلول هستن ذاتن بی هوازی هستن، یعنی اصلا این باشه از بین میرن. مثلا مثل فرزن یه سری مخمرها، مثلا مخمری که فرزن باش آبجو تهیه میشه این بی هوازیه، نباید در حضور اکسیژن باشه. خب آره، پس در نتیجه دقیقا درست شمی الان میدم. پس در نتیجه این اصلا پیروات رو اکسایش نمی کنه، پیروات رو مرا کاهش میده. یک. دو، دومین دسته سلولایی که پیروات رو نمیبرن توی این مسیر به علت اکسیژن، کاهش اکسیژن، مثلا سلولای ماهیچه خودمونه. ماهیچه اسکلتی وقتی که ورزش شدید میکنیم اکسیژن کم میاره، پس وقتی اکسیژن کم بیاره به جای اینکه پیروات ببره تو میتوکندری، پیروات همونجا تو سیتوپلاسم مصرف میکنه. خب چه جوری؟ ببینید آره خوب این قسمت ها رو دقت کنین، به دو شکل پیروات تبدیل میشه به ماده به نام لاکتات، P
پیروات تبدیل میشه به ماده به نام لاکتات یا لاکتیک اسید. برای اینکه پیروات بشه لاکتات، این وسط چه اتفاقی میفته؟ یه اناده هاش مصرف میشه، انادی تولید میشه. پس الان اینجا پیروات الکترون هیدروژن کیو گرفته اناده هاش. پس اینجا پیروات کاهش پیدا کرده. و محصولش چی میشه؟ لاکتات. خب و این همون چیزیه که پارسال هم داشتین. ماهیچه لاکتیک اسید تولید میکنه. خب ماهیچه برای چی این کارو میکنه؟ برای این کارو میکنه که در عدم حضور اکسیژن نمیتونه انادی اینجا بازسازی کنه. پس میاد اینجوری بازسازیش میکنه. میاد انادی را از این ور بازسازی میکنه که دوباره انادی را اینجا و اینجا بتونه دفعه بعدی مصرف کنه. پس در شرایط کاهش اکسیژن یا نبود اکسیژن، یکی از روش‌های بازسازی انادی به جای این مسیر، به جای اینکه اینجوری بازسازی بشه، اینجوری بازسازی میشه. اصطلاحاً اگه سلول این مسیر رو بره میگیم تخمیر لاکتیکی انجام داده. اما اگه سلولی بیاد اول پیروات رو تبدیل بکنه به ترکیب دو کربونه به نام اتانال، بعد اتانال را تبدیل کنه به اتانول، میگیم تخمیر الکلی انجام داده. در این فرایند یه CO2 اینجا آزاد میشه و اتانال کاهش پیدا میکنه و اتانول ایجاد میشه. خب حالا میخوام بگم جامع تر. ببینید قبلش بگم آقا سه تا چیز رو دقت کن. یک، مرحله بی هوازی، یعنی از گلوکوز تا پیروات، تا اینجا میشه مرحله بی هوازی. تنفس بی هوازی میشه از گلوکوز تا لاکتات یا اتانول. از اینجا تا این ور محدوده بین دو تا دست من میشه چی؟ میشه تنفس هوازی. تنفس هوازی میشه از گلوکوز تا اینجا، تا آخر اتفاقاتی که تو میتوکندری رخ میده. پس سه تا چیز رو این شکل اول یاد بگی. مرحله بی هوازی وقتی میگیم یعنی کجا؟ تنفس بی هوازی از کجا تا کجا؟ تنفس هوازی از کجا تا کجا؟ این یک. دو، تنفس هوازی که طی اون پیروات اکسایش پیدا میکنه کی انجام میشه؟ زمانی که اکسیژن باشه. اگه اکسیژن به هر دلیلی نبود، به جای اینکه پیروات بره اکسایش پیدا کنه، کاهش پیدا میکنه. کاهش پیدا میکنه. اصطلاحاً میگیم گلوکوز وارد فاز تخمیر شده. پس اگه اکسیژن نباشه گلوکوز میاد تخمیر پیدا میکنه. خب برای چی سلول داره این کارو میکنه؟ برای اینکه وقتی اکسیژن نیست یه جوری اناده رو بازسازی بکنه. گفتم تا اناده ها محدوده، سلول مجبوره اینا رو بازسازی کنه. پس میاد به جای اینکه این مسیر رو بره تو نبود اکسیژن، این مسیر رو میره تا از یه طرف NAD بازسازی بشه، از یه طرف یه مقدار ATP ساخته بشه، هرچند کم. خب پس تو این جلسه شما اگه اینو یاد بگیرون اوکیه که طی تنفس بی هوازی
وقتی میگیم تنفس بی عوضی باز تکرار کنم، از گلوکوز تا تولید لاکتات و اتانول میشه تنفس بی عوضی، از اون بالا تا این بر. کی انجام میشه؟ در نبود اکسیژن. و به این تنفس بی عوضی بستگی داره. اگه لاکتات تولید بشه، میگن تخمیر لاکتی که اگه محصول نهایی این باشه، اگه محصول نهایی اتانول باشه میگن تخمیر الکلی. سب. و اگر تنفس به صورت هوازی باشه، گلوکوز ته تهش محصولاتش میان توی میتوکندری و ته تهش ATP تولید میشه. خب پس معلومه که در تنفس هوازی ATP بیشتری نسبت به بی هوازی تولید میشه، چون در تنفس هوازی پیروات میره تو میتوکندری، یه سری ATP اینجا تولید میکنه، یه سری ATP اینجا تولید میکنه، ولی در تنفس بی هوازی ATP فقط اینجا داره تولید میشه. و این یه تیکه یعنی گلیکولیز بین تنفس هوازی و بی هوازی مشترک. خب قطعا همش که مرحله بی هوازی. خب هنوز توضیحات هم ادامه داره، ولی شما بگو. آره دیگه، چون ببین بعد از این فرایند این اتفاقات داره رخ میده. پس قاعدتا وقتی لاکتات و اتانول تولید میشه، قبلش اینا تولید شده. تو خود این فرایند نه ATP تولید نمیشه. نه. یه چیزو بگم، گوش بدین. دو تا چیز قاطی نکنید. آقا وقتی میگیم تخمیر، حواسو به من، وقتی میگیم تخمیر یعنی از گلوکوز تا لاکتات یا اتانول میشه تخمیر، اما وقتی میگیم کاهش پیروات یعنی این یه تیکه، این یه تیکه رو میگن کاهش پیروات. از پیروات به بعد، یعنی اگه پیروات بشه لاکتات یا بشه اتانول، میگیم کاهش پیدا کرد. اما اگه گلوکوز بشه لاکتات یا اتانول، میگیم تخمیر اتفاق افتاده، که تخمیر همون تنفس بی هوازیه. به زبان ساده بخوام بگم، وقتی میگیم تخمیر رخ داده یعنی تنفس بی هوازی رخ داده. پس جمع بندی کنم، بعد اگه سوال دارین جواب بدم، چند تا نکته از رو اینو بگم، بعد بگم نکات بنویسی که تنفس بی هوازی در عدم حضور اکسیژن رخ میده، طی تنفس بی هوازی پیروات به جا اکسایش کاهش پیدا میکنه. کجا؟ تو همون سیتوپلاسم. ببینید کل این اتفاقات داره تو سیتوپلاسم رخ میده. همه این اتفاقات غیر از این چیزا که تو میتوکندریه، بقیهش تو سیتوپلاسم، هم ماده زمینه سیتوپلاسم. پس آیا پیروات میتونه جایی که تولید میشه مصرف هم بشه؟ بله، اگه قرار باشه کاهش پیدا کنه. خب سب کن. پس در تنفس بی هوازی اکسیژن وجود نداره. یک. دو، ATP تولید میشه ولی کم. سه، NAD بازسازی میشه. بهتون گفتم سلولی مثل ماهیچه هر دوتا کارا میکنه، بستگی به چی داره؟ بستگی داره به فعالیت بدن، یا بهتر بگم بستگی به اکسیژن داره. وقتی فعالیت بدن زیاد باشه، پس اکسیژن کمه، پس به جای اینکه پیروات از این ور ببره اکسایش بده، پیروات از این ور میاره کاهش میده. که چی بشه؟ این کارو میکنه که چی بشه؟ که NAD بازسازی بشه، که دفعه بعدی که خواست دوباره گلیکولیز انجام بده، مثل خر تو گل نمونه، بتونه انجام بده. بفهم چی؟ بازسازی میشه. آره البته این یه سری سلولا گفتم ذاتن بی هوازی هم، اصلا هیچ وقت اکسایش نداره، اصلا باید این کارو بکنن، ولی در مورد ماهیچه آره موقت این کارو میکنه تا شرایط فراهم شه. ببینید در مورد ماهیچه
وقتی که شما مثلا یه ورزش شدید میکنید خب خسته میشین، لاکتیک اسید تو ماهیچه‌هاتون جمع میشه. پارسال داشتین دیگه، این باعث ترک گیرنده‌های درد میشه. خب واسه ترک گیرنده‌های درد میشه که شما احساس درد داشته باشه، حداقل یه مقدار استراحت کنید، فعالیت بدنیتون کم بشه که این فرصت وجود داشته باشه که از یه طرف انادی بازسازی بشه، از یه طرف اکسیژن برسه به ماهیچه‌های شما. بفهم یه لحظه صبر کنید، سوال نپرسید تا بگم، چون داری سوال جلو جلو میپرسید. آقا تخمیر لاکتیکی گوش بدین، داخل گلوبول قرمز تو انسان انجام میشه. گلوبول قرمز میتوکندری نداره، پس پیروواتی که تولید میکنه مجبوره اینجوری مصرف کنه. پس گلوبول قرمز ATP خیلی کمی تولید میکنه، ولی تولید میکنه. گلوبول قرمز میتوکندری نداره، پس در نتیجه پیروات تولیدی رو اصلا نمیتونه برای تو میتوکندری، چون اصلا نداره. پس پیروات از این ور میاد مصرف میکنه، تخمیر الکل لاکتیکی انجام میده. ماهیچه اسکلتی تخمیره لاکتیکی داره، کی؟ زمانی که اکسیژن نباشه. سلول دیگه‌ای که میتونه تخمیر لاکتیکی داشته باشه یه سری از باکتری هان، مثلا ماست. برای اینکه به وجود بیاد خب یه سری باکتری به شیر اضافه میکنن، میشه ماست. یعنی در حقیقت اون باکتری‌ها با تولید لاکتیک اسید باعث تبدیل پروتئین شیر به پروتئین رو منعقد میکنن، سفت میکنن و باعث ایجاد ماست میشن. پس یه سری باکتری ها، مثلا باکتری هایی که در تهیه خیارشور ازشون استفاده میشه، باکتری هایی که در تهیه ماست ازشون استفاده میشه، اینا لاکتیک اسید تولید میکنن. لاکتیک اسید محیط شیر رو اسیدی میکنه، باعث میشه پروتئین شیر سفت بشه و صورت ماست در بیاد. یه لحظه این پیشت از خیالم راحت. پس یکی گلوبول قرمز، یکی ماهیچه اسکلتی، یکی یه سری از باکتری ها تخمیر لاکتیکی داره. نه تخمیر الکلی گوش بدین، تو نوعی مخمر وجود داره. خب انسان تخمیر الکلی نداره. یه نوع مخمر، مثلا همون مخمری که به نون اضافه میکنن، چون به خمیر نون مخمر اضافه میکنن که این مخمر باعث بشه خمیر پف کنه. چرا پف میکنه؟ چون گاز CO2 داره تولید میکنه، که اگه این کار نکنن باعث بشه اون خمیر اصلا بچسبه. خب گیاهان هر دو نوع تخمیر را دارن، یعنی هم الکلی را دارن هم لاکتیکی را دارن در کنار اون. پس کلن درد کنکورتون همین را یاد میگیرین، تخمیر الکلی تو این ستاس، لاکتیکی تو مخمره، گیاهان هم که همشو دارن. همشون نه، حالا میرسی میگیم. یه نکته خیلی مهم، دو سه تا مثلا مهمو بگم بعد سوال داری جواب میدم، بعدم چند تا نکته بگیم بحث تموم کنیم. گوش بدین آقا، سلولای بدن انسان سه گروه میشن، سوال کنکورم بوده تا حالا. یک،
اونایی که فقط اکسایش پیروات انجام میدن، دو اونایی که فقط کاهش انجام میدن، سه اونایی که هر دو رو انجام میدن. توی انسان فقط یه سلوله که فقط کاهش انجام میده، اونم گلوبول قرمز. ماهیچه یه اسکلتی هر دوتا رو انجام میده، بستگی داره کلا ماهیچه، حالا چه اسکلت چه غیر اسکلت، هر دو رو انجام میده، بستگی داره به چی؟ اکسیژن. ماهیچه صاف هم هست. هر سلولی غیر ماهیچه، هر سلول زنده غیر ماهیچه و گلوبول قرمز بهتون دادم، بگیم فقط اکسایش پیروات داره. پس گلوبول قرمز فقط کاهش، حالا بعد نکتشو میگم، ماهیچه هر دوتاش بستگی به شرایط نه نمیخواد، و بقیه سلولا فقط اکسایش. مطلب اول. مطلب دوم نگاه کنید، اگه آخرین پذیرنده اینجا رو ببینید، الان الکترون NADH کی گرفته؟ پیروات. پس الان اینجا پیروات میشه آخرین پذیرنده. الان اینجا الکترون NADH ماده به نام اتانال گرفته، پس این میشه آخرین پذیرنده. حالا این نکته خیلی مهمه، بعد نکتهشو میگم. اگه آخرین پذیرنده اکسیژن باشه، یعنی داره اکسایش پیروات رخ میده، یعنی تنفس هوازیه. اگه آخرین پذیرنده خود پیروات باشه، یعنی داره تخمیر لاکتیکی انجام میشه، آخرین پذیرنده الکترون ها اتانال باشه، داره تخمیر الکلی انجام میشه. اتانال اصلا نه قند نه یه ترکیب الکلیه. یه لحظه من اینو بگم بعد سوال شما. ببینید یه جمله هفته پیش گفتم، دلیلش الان میفهمید شما. هفته پیش گفتم که در انسان CO2 فقط تو میتوکندری تولید میشه. CO2 میتونه جایی غیر از میتوکندری هم تولید بشه، اما اینو انسان نداره. خب پس در انسان به دنبال مصرف پیروات CO2 تولید میشه، اما نه توی جایی غیر از میتوکندری. اگه بلا فاصله بعد از مصرف پیروات CO2 تولید شد، شما نمیتونید میگه حتما اکسایش رخ داده، ممکنه کاهش رخ داده باشه. پس اینجا پیروات مصرف میشه، CO2 تولید میشه، اکسایش داریم. اینجا پیروات مصرف میشه، CO2 تولید میشه، ولی کاهش داریم. مسئله بعدی این که آقا کلن ترکیبای دو کربنی 4-5 تا بیشتر نیستن که همش هم همین 12 ها میخونی، 3 تاش همینجاست، یکی استیله، یکی اتاناله، یکی اتانوله. پس وقتی تو تست به شما میگه ترکیب دو کربنی، اینو باید به همه اینا فکر کنید. اگه بگه حوازی که خب فقط میشه استیل، بفهم. اینجا رو میگه؟ خب به شرطی میتونه انجام بده که اینجا دوره انادی بازسازی بشه. دوره این انادی بازسازی شده بیاد اینور استفاده بشه. آره دیگه. بفهم. کلان بازده خالص اینجا که دوتاست. خب تو محله اکسایش خب بیشتر تولید میشه. بیشتر تولید میشه. چون گفتیم هر انادی سه تا ایتیپی تولید میکنه دیگه، چون پمپ رو فعال میکنه. دیگه نمیتونه تولید کنه. اگر از این طریق پیروواتای قبلی را که تولید کرده به وسیله پیروواتای قبلی انادی رو بازسازی نکنه، دفعه بعدی دیگه نمیتونه گلیکولیز شروع کنه. بفهم. کاش شما فقط نمیدونید که چی گفتم، وقتی گونه بوده که از مورچیران دست
نه پس میتونیم به عنوان استثنا بگیم فهم هر جلوی که کسی داریم چیزی چند تا نکته هست از بحث قبلی بگم بنویسین نکته مال بحث زنجیره انتقال الکترون آره یه لحظه پاتو برده از رو چیز نکته اول اگر یاخته ای آنزیم ATP ساز را در قشای یاخته ای خود داشت قطعا نوعی پروکاریوت هوازی است قطعا نوعی پروکاریوت هوازی هم قشای سلولش دارم نکته بعدی آنزیم ATP ساز برخلاف پمپ قشایی جزی از زنجیره انتقال نیست و ایون هیدروژن را وارد فضای درونی می کند و باعث کاهش میزان فسفات درون میتوکندری می شود. نکته بعدی نمیتوان گفت اگر پروتئینی در قشای داخلی میتوکندری یون هیدروژن عبور داد حتماً جزی از زنجیره انتقال بوده و الکترون عبور می‌دهد اما قطعاً در ساخت ATP نقش دارد نکته بعدی سه تا پمپ آره دیگه چون تا یونه هاشو پمپ نکنم که ATP ساخته میشه اولین پمپ نکته بعدی دریافت کننده الکترون های اولین پمپ دریافت کننده الکترون های افاده هاش سومین پروتئین زنجیره و دومین پمپ زنجیره می باشد گفت
گفتن اولین پمپ، نگفتن اولین پروتکل. نکته بعدی، اولین و آخرین پروتئین های، اولین و آخرین پروتئین های کاهش یافته در زنجیره انتقال، اولین و آخرین پروتئین های کاهش یافته در زنجیره انتقال، نوعی چی هن؟ الان چون اینجا کجا شما کی؟ من کی هم؟ نوعی پمپ می باشن، نوعی پمپ می باشن. اونم چجوری بعد سال دیگه 4 ساعت می خواهیم بشینید سر جلسه کنکور 270 تا سوال جواب بدیم، تازه نه خوابتون ببره نه مغزتون کم بیاره. استاد اون روزی قبلش 12 ساعت میخوابیم، مطمئن خوابمون میاد. خدا جل هفته دیگه استاد جلسه اول درس بعد جلسه دوم بخون چی؟ استاد چی شفته تیکه دار میکنه؟ انتخاب نمی کود ما بندازیم چی؟ خب نکته بعدی، دیگه ببینید چه زجری باید سال بعد بکشین از الان عادت نکنید. الکترون ها رو میگیره دیگه. اولین پروتئین کاهش یافته میشه این، آخرین پروتئین کاهش یافته میشه این. نکته بعدی، اولین ترکیب کاهش یافته آره تیه تنفس، یک دو تا دیگه تمام. بازسازی انادی و افادی، بازسازی انادی و افادی در محلی انجام می شود، در محلی انجام می شه که اکسیژن مصرف شده، یعنی درون میتوکندری، و اکسیژن مصرف شده و ATP در سطح اکسایشی، ATP در سطح اکسایشی تولید می شه، ATP در سطح اکسایشی تو پرانتز بنویسین تیه تنفس هوازی، که بدون این هوازی داری میگیم تیه تنفس هوازی. خب یه مطلب کوتاه توضیح بدم و بعد برید صفحه از علامتون میگم تمام 5 دقیقه دیگه برید کلن برید 3 دقیقه 4 دقیقه دیگه برید صفحه 72 رو بیاریم از شما یه لحظه صفحه 72 رو بیاریم صفحه 72 صفحه 72 از خود کتاب صفحه 72. خب بیارید صفحه 72 رو ببینید
به جملاتی که داره میخونم، دورش خط بکشین یا دقت کن. اندازه‌گیری های واقعی در شرایط بینه آزمایشگاهی، تو آزمایشگاه نه تو بدن، خب نشان میدهد مقدار ATP تولید شده به ازای تجزیه کامل گلوکوز، اگه بگن ناقص غلط، یا هر تجزیه گلوکوز بگن غلط، در بهترین شرایط در یاخته یوکاریوت، اگه بگن پروکاریوت غلطه، حد اکثر نه حد اقل 3 تا ATP، یعنی در بهترین حالت ممکن تو آزمایشگاه از یه دونه گلوکوز 3 تا ATP تولید میشه. خب حالا ادامش که تولید ATP در یاخته‌های متفاوت و متناسب با نیاز بدن فرق میکنه. خب معلومه ماهیچه بیشتر تولید میکنه، مثلا فرضاً سل پوست انسان کمتر تولید میکنه، بستگی به کارش. ادامش رو توضیح بدم. ببینید اینه، گوش بدین، اینه چرخه بازخوردی هورمون‌ها بود که داشتین، تقریبا اینجا هم همینجوره. یعنی اگر یه سلول ATP زیاد تولید کنه، خب دلیلی وجود نداره دوباره ATP تولید کنه، میذاره همون ATP ها مصرف بشه بعد دوباره تولید میکنه. پس اگر میزان ATP توی یه سلولی زیاد شد، ATP اگه زیاد شد، آنزیمای سازنده ATP، مثل همین آنزیم ATP ساز، آنزیم سازنده ATP یا مثلا آنزیمایی که اینجا باعث ساخت ATP میشن، این فعالیتش کم میشه. اینه دقیقا بازخورد هورمونا. برعکس اگر میزان ADP زیاد شد، یعنی ATP مصرف شده، پس فعالیت این آنزیما چی میشه؟ زیاد میشه و سلول اینجوری تنظیم میکنه میزان ATP خودش. خب ادامهش بریم، پاراگراف دوم رو میخونم. پاراگراف دوم مهمه. یاخته های بدن ما به طور معمول، نه همیشه، از گلوکوز و ذخیره قندی کبد یعنی گلیکوژن برای تامین انرژی استفاده میکنه. معمولا میاد گلوکوز رو میاره، همین کاری که گفتم انجام میده. در صورت که آن منبع کافی نباشه، آنها برای تولید ATP به سراغ تجزیه چربی و پروتئین میرن. خب یه لحظه بیشتر بدانید پایینا نگاه کنید، بیشتر بدانید پایینا، نیازی به حفظ کردنش نیست، برای فهم مطلب میگم. الان توی این بیشتر بدانید، اونجا که نوشته آمینو اسید پیدا کنیم، پروتئین آمینو اسید، بدن ما میتونه از آمینو اسید ببره داخل چرخ کرپس یا ببره داخل قند کافت. پس یا مثلا چربی ها رو نگاه کنید، گلیسرول اسید چربا، اونا رو میتونه ببره داخل چرخ کرپس یا داخل قند کافت. پس آقا پیروات فقط از گلوکوز تولید نمیشه، میتونه از اسید چرب و پروتئین هم تولید بشه. نکتهش اینجاست، یعنی اگر ما گلوکوز نداشته باشیم، سلولای بدن ما از اسید چرب، از پروتئین میان پیروات میسازن، پس لاغر میشیم. دقیقا حالا ادامهش تو متن کتاب ببینید، خط سوم. به همین علت، یعنی پس میرون وقتی میرون سراغ تجزیه پروتئین چربی، به همین علت تحلیل و ضعیف شدن ماهیچه اسکلتی رخ میده، چون پروتئین داره تجزیه میشه و سیستم ایمنی ضعیف میشه. چرا؟ چون پروتئین دفاعی داره تجزیه میشه. آره، از عوارض سوء تغذیه و فقر غذایی شدید اینا هست. برای جلسه بعدی تستای گفتار دو رو کامل میزنه از جزوه، میخونید میایین. گفتار سه را هم هفته بعد، من هفته هات نمیم تعطیل هست یا نه، فکر کنم تعطیل باشه هفته هات. دو هفته بعد که میایین گفتار سه را هم میخونید تا آخر بحث تخمیر. یه لحظه از روی نه اینجا که من اینست الان چیز بگم، ببخشید آقا، تا صفحه 74 میخونید، احتمال زیاد دو هفته بعد تست ازتون آزمون میگیرم. بفرم.